دوباره به دوستان در پیروی از برنامه پرسش و پاسخ با ربای اویهای رحیمی، اندیشمند پژوهشگر از اورشلیم داریم صحبت میکنیم. برنامه قبلی رو دیدید، سوالاتتون رو باز مطرح بکنید، ما پرسش ها رو خواهیم کرد، ایشون پاسخ ها رو جواب خواهند داد. خواهش کردیم که مختصر و مفید جواب بدن و در برنامه قبلی پاسخ هایی دادن که سوالات دیگه‌ای مطرح شده اونا رو مطرح میکنیم. در مورد جناب ربای رحیمی، در مورد یکتاپرستی شما اشاره کردین که یهودیت گویا یکتاپرستی رو به بشریت ارائه داده، درسته؟ بله. من تحقیقاتم نشون میده که یکتاپرستی از هزارهای قبل از تورات هم در جوامع مختلف بشری وجود داشته و منتها خدای شما در تورات یهوواست به صورت انسان و مرد، ولی ممکنه این یکتاپرستی به صورت غیر انسان هم در جوامع دیگه بوده و ما بپذیریم. بله. اگر اونها معتقد بودند به فرض خورشید خدای زمینه و جهانه، به خاطر اینکه زندگی میبخشه، روشنایی میبخشه، در سایه روشنایی و اون گرما میتونن فعالیت بکنن، اونا حق داشتن که یکتاپرست بدونن خودشونو. شما میگین یه مرد در اون بالا آسمان روی تخت نشسته و دنیا رو اداره میکنه، اینم یه عقیده است که من نمیپذیرم، نه عقل نه منطق نه علم میپذیره، چون اشاره کردیم به این که بشر اشرف مخلوقات و من معتقدم بشر اشرف مخلوقات نیست. برای اینکه کسی باید این ادعا رو بکنه که همه رو خلق کرده و اون خداست، خدای واقعی. بنابراین من عنوان یه مخلوق نمیتونم بگم که من اشرف مخلوقاتم، باید خدا بگه. بله. اگه خدا در قرآن گفته به فرض، باید ببینیم اون قرآن از طرف خدای واقعی است یا خدای خیالی یا حضرت محمد. آیا اون تورات از طرف خدای واقعی بوده یا از طرف یک لاوی که دفعه قبلم گفتم میخواست یه بیزینس دینی درست بکنه و از اون راه نون بخوره، هم خودش هم اهل بیتش هم قبیله لاوی. بنابراین اینها سوالاتی است که مطرح میشه، باید به اونا پاسخ بدین. یک. دوم، فرموده بودین که یهودیت ستیزی در جهان به خاطر برحق بودن این دین، احتمالاً من اینجور برداشت کردم، با هر دینی ستیزه شده و کشتاری هم دادن. حالا یهودیت تعداد کشته‌ها شاید بیشتر باشه، شما ادعا می‌کنید 1.6 میلیون، بعضی‌ها معتقدن در این حد نبوده، ما وارد اون جزئیات نمی‌شیم. اینم یه مسئله دیگه بود که پرسش برانگیز بود. بعد فرمودین که اگه یهودیت رو ما جایگزین بکنیم یا ادیان رو به طور کلی با یه سیستم دیگه، آیا بهتر از اون خواهیم داشت یا نه؟ من معتقدم که خیلی 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 بهتر از یهودیت و مسیحیت و اسلام و بقیه ادیان ابراهیمی میتونیم جایگزین بکنیم. یعنی ادیان میان قوانین رو مطرح میکنن، میگن ابدیست، حقم با دین ماست و همیشه باید اطاعت بشه و این جامعه رو تبدیل میکنه به یه جامعه واپسگرا. پس بنابراین اگه ما بتونیم خودمون قوانین رو وضع بکنیم مطابق زمان و اجازه بدیم نسل‌های بعدی هم برای خودشون این قوانین رو یا نگه دارن یا تغییر بدن یا قوانین تازه وضع بکنن، بله سیستم بهتری خواهیم داشت
که هم پاسخگوی نیازهای بشری است هم بهتر از ادیان خواهد بود. این تا اینجا من صبر میکنم شما پاسخ بدین اگه مختصر مفید تا بقیه رو مطرح بکنم. خیلی ممنون از سوالاتی که مطرح شده و دوستان عزیز که همراه ما هستن و یارانی که در فیسبوک کامنت های خودشون رو میذارن. یکی از نظر این که یک تا پرستی که قبل از اشاعه یهودیت بوده، اگر ما به ارکان و زیربنای فکری ادیان توحیدی و ابراهیمی برگردیم، به ابراهیم خلیل الله ما برمیگردیم که نقطه نظرش در اصل برعکس آنچه که بوده عمل کرده. اگر تا دیروز اینها میخواستند برج و باروی بسازند که اصلا اهمیتی به انسان و انسانیت داده نمیشده، که اینها آجرهایی رو بر دوش خودشون میبردن که بتونن اون برج بابل رو بسازن، وقتی که فردی از اون بالا میافتاد نمیگفتند که یک انسانی، یک آدمی تلف شده که از اون بالا افتاده، بلکه میگفتن حیف این آجر نبود تا این بالا رسید که افتاد. یعنی که آدمی رو از روی خلاقیت خودش، نوآفرینی خودش به عنوان یک مخلوق نگاه نمی کردن که در اون یک ابتکار عملی هست و نباید برده دیگری باشه. یک دوم از اینی که یک تا پرستی، صحبت از یک تا پرستی میکنیم، صحبت از ابراهیم خلیل الله میکنیم که زیربنای فکری عقیدتی تمام ادیانه. و آنچه که مهمه از نظر یک تا پرستی، ممکنه ایمانهایی و باورهایی داشتن تمدن‌های قبل از یهودیت، بیش از ما صحبت از یهودیت 3300 ساله می‌کنیم و تورات که داده شده، اعطا شده به بنی اسرائیل، از این نقطه نظر ممکنه باورهایی بوده، ولی این باورها به یک آنچه که لایتناهی باشه و نور بی انتها باشه و ابسترکت نبوده، یعنی طرز فکر افراد ابسترکت نبوده، به صورت ماتریالیستی بوده، مادیگرایی بوده، با آنچه که در آتش و در آسمان ها، و شما میگید فردی که در آسمان ها نشسته و با جبروت بر کرسی نشسته و دیگران رو به او بردگی دارن میکنن، این رو در بیش از 1000 سال پیش صحبتی بوده که راهنمای سرگشتگان ابن میمون، میمونیتیز، اومده این رو باز کرده از روی روشنگری، از روی فلسفه افلاطونی و ارسطو، این رو اومده باز کرده و گفته که آنچه که در تورات اومده به صورت الگوریا ممکنه آمده باشه. یعنی که شما وقتی که صحبت از دست میکنید، چشمان خداوند میکنید، صحبت از آن اطلاع و معرفتی میکنید که مادیگرایی نیست، که از نظر جنسیت و از نظر آنچه که ما در این عالم مینگریم، یعنی صحبت با صحبتی هستش که تا چه اندازه از نظر حتی پیاژم در نظر بگیرید، فرق یک فردی که از 9 سالگی به 10 سالگی رسیده و اینی که به یک بلوغ فکری رسیده چه موقعی هستش؟ موقعی هستش که اون کودک میتونه ابسترکت فکر بکنه، نه که ماتریالیست. اگر شما کتابی رو در نظر بگیرید، کاریم از نظر کتابت برای شما این رو میتونید تفسیر دیگه‌ای داشته باشید از آنچه که نوشته شده. برای همین تورای شفاهی داده شده و این 1500 سال پیش، قبل از اینکه اسلام حتی روی کار بیاد در حجاز، اومده از نظر دیالکتیک، منطق و برهان و استدلال مسائل رو بررسی کردن. مسئله آنچه که صحبتش رو اشرف مخلوقات، اشرف مخلوقات در آنچه که در تورات مقدس اومده که زیربنای فکری تمام ادیان هست، بر اینه که اشرف مخلوقات از این نظر که ما شریک هستیم در این خلقت، آنچه که در خود او بوده در ما دمیده،
یعنی از نظر اخلاقیات ما سعی بر این داشته باشیم که اون نور بی انتها رو از نظر اخلاقیات دنبال بکنیم. یعنی فرق حیوان با آدمی چیه؟ اون اخلاقیاتشه، اون سخنوریشه. ما اگر بریم به ربی یهودا هلوی، ربی یهودا هلوی اینطور میفرماید، میگه انشی، میگه درباره زمان و مکان صحبت میکنه، میگه عبده مکان و عبده زمان عبد عبدیم هم عبد هشم اوله و دو خوبشی. چه فردی آزاده و آزاد اندیش هستش؟ کسی که عبودیت و معبود زمان و مکان نیست، بلکه چی؟ آزادگی داره که میتونه مسائل رو از روی ابسترکت خودش در نظر بگیره و نه مادیگرایی، ماتریالیزم و آنچه که هست رو فقط ببینه و آنچه که نوشته شده رو قبول داشته باشه. همین که هرمبام اومده گفته فلاسفه یهود و اندیشمندان یهود و از دوران برهان تلمود رو نوشتن، از روی دیالکتیک اومدن مسائل رو بررسی کردن و بر روی تورات اومدن سوال برانگیختن و پرسش به اون دادن. مسئله سومی که شما مطرح کردین، یهودیت هیچ وقت سعی بر اشاعه دین خودش نداشته. ما 18 میلیون بودیم، 6 میلیون در هولوکاست رفتن، جنگ جهانی دوم، جهود کشی ها بوده در عصر تاریخ 3300 ساله و سعی بر این داشتن یهودیت رو تحقیر بکنن و اصلا نامی از یهود و یهودیت باقی نمونه و روی بنایی از ادیان دیگه هم آمده و ساخته شده. آنچه که نظر من هست از نظر روشننگری و جامعه شناسی ادیان و شما مطرح کردین، جدن وقتی که آنچه که صحبت از دین میشه، همطور گفتیم در تورات صحبت از دین نشده، برای یک جهانبینی بر روی اخلاقیات بنا شده. ما میگیم جهانبینی یعنی هشکافا گفته شده، دین در تورات نیامده. یعنی افرادی که سعی برندارن از روی تعصب دین باوری بیان دین سالاری رو بیان نسبت بدن به یهودیان، این فقط در استر و مردخای رساله مگیلت ها استر اومده. از نظر قانونمندی، سوالی که شما مطرح کردین، نظر من همینطوره. ما باورهای خودمون رو ممکنه داشته باشیم، باورهای شخصی خودمون رو میتونیم داشته باشیم، نه از روی تعصب. هر وقت که دین و دین سالاری از روی تعصب بوده خیلی کشتارها داده. برای همین باورهای شخصی افراد سیستم عقیدتی خودشون هست، تا چند روز میتونن به اخلاقیات نزدیکتر و انسانیت نزدیکتر بشن که ما بنی آدم از روی که در آفرینش یک گوهرن. آنچه که مهمه اینه که جامعه، چگونه ما میتونیم جامعه واپسگران نداشته باشیم و قهقران نداشته باشیم، که از یک طرف قانونمندی رو داشته باشیم، یعنی که افراد سعی بر این داشته باشن بر طبق موقعیت آنچه که در دنیا داره میگذره بتونن اون اخلاقیات رو، اقتصاد رو، اون انسانیت رو طوری بنا بگذارن از نظر قرارداد یک جامعه نوین که هر فرد با فردی دیگه، اقلیت، صحبت از اقلیت و اکثریت مذهبی نباشه، صحبت از کرد و بلوچ و عرب و نمیدونم لور و مسیحی و غیره نباشه، یعنی که همه یکسان آفریده شدیم. از این نظر سعی بر این داشتین چه باورهایی داشته باشی، هر گونه باورهایی هم که داشته باشی، اینی که این باورها و این سیستم عقیدتی تا چه اندازه ما رو به همدیگه نزدیکتر میکنه. من خیلی سپاسگزارم که با یک روحانی روشنفکر صحبت میکنم، برای اینکه اگه با یه روحانی مسلمون این مسائل رو مطرح میکردم احتمالا خیلی عصبانی میشد و الان کار به دعوا کشیده بود. و اما در مورد این که شما فرمودین انسان ها با هم برابرند، این تورات است که از اول
اومده انسانها رو جدا کرده از هم دیگه و بنی اسرائیل رو قوم برگزیده یک مردی که در آسمان هفتم روی تختی نشسته به نام عرش و این تخت بر دوش 8 فرشته حمل میشه و گفته که من میخواهم بیایم در میان قوم برگزیده خودم در یه چادری که به موسی گفته اینجوری درست کن زندگی بکنم. اتاق اولش رو اسمش رو گذاشته قدس و اتاق پشتی رو گذاشته قدس الاقداس، یعنی محل زندگی یهوا یا همون الله در اسلام. بنابراین این تفرقه و برتری جویی رو هیتلر یا دیگران نمرود پایه‌گذاری نکرده، تورات خودش پایه‌گذاری کرده، همون لاوی که به نظر من نوشته در 3300 سال پیش خواسته قوم بنی اسرائیل رو برتر از بقیه اقوام قلمداد بکنه و از این راه بیزنس دینی درست بکنه. در این مورد چی میگه؟ خواهش میکنم با تشکر از روشنگری شما و... من سعی میکنم خیلی حرف کمتر بزنم، شما توضیح بدیم، ولی خواهش میکنم مختصر و مفید. خواهش میکنم. خیلی ممنون از روشنگری شما و صراحت و شیوایی بیان شما که مسائل رو جدن دوستانه مطرح میکنیم. من سعی بر این دارم جدن از روی به عنوان یک پژوهشگر پاسخگوی سوالات شما باشم. از نظر اینی که ما همه کاسه کوزه ها رو سر تورات و بنی اسرائیل بیایم بشکنیم، اول از همه بگید آقا ما نه سعی بر این داشتیم، تبلیغ داشتیم، مبالغه داشتیم، بلکه روی تفحص بود و تعمق و ژرف‌اندیشی بوده، کاری با ادیان دیگه هم نداشتیم. دیگران بودن با ما کار داشتن، دیگران بودن که ما رو اهل کتاب خوندن، دیگران بودن که ما رو اهل ذمه اومدن و نسبت به ما دادن. وقتی که شما میایید الله رو در مقابل یوت وافکه میزنیم که ما حتی به زبان هم نمیآوریم، آنچه که شما همسان با الله میدونید، اگر شما از نظر اسلام شناسی بیاید اسلام رو بررسی بکنیم، مسئله دیگه که آیا الله، حالی که اللهی که ما داریم صحبتش میکنیم، یک نسبتی بوده که مؤنث بوده، بر مستولی بوده بر 3 الهه دیگه که در حجاز و در آنچه که در بین دو قبیله، یکی آباور بوده که آب آشامیدنی می آورده برای افرادی که برای پیلگریمج برای حج می اومدن، و طرف دیگه که بت‌ها رو پرورش می دادن و درست می کردن و غیره، و سعی بر این داشتن که دیان و الله رو و یکتاپرستی رو به بدوی های شبه جزیره عربستان و در حجاز اونا یک جوری از یهودیت رو بیان تفسیر بکنن. بعد از خرابی معبد دوم که 2000 سال پیش میشه و اسلام که 1400 سال پیش روی کار اومد، که مصوبت ما یهودیت 3300 ساله است، که خودشون رو نسبت بدن به ابراهیم خلیل الله که همانا بنی اسماعیل هستن و اینها اسلامیون در اصل ادامه چه هستن؟ ادامه اسماعیل هستن که 2 فرزند داشته، که اسحاق و اسماعیل. یعنی هر یکی از ادیان سعی داره یک نسبه‌ای برای خودش ایجاد بکنه از نظر زیربنای عقیدتی خودش، که همه برمیگردن به ابراهیم خلیل الله و اون یکتاپرستی و توحید اونجا بوده. حالا این توحید رو و این یکتاپرستی رو چگونه شما میایید بیان میکنید؟ آیا از روی تعصب، آیا از روی اشاعه و وایه زور و زر و بردگی زن و زن ستیزی شما میایید این رو بیان میکنید که در اون موقع در حجاز دختران رو زنده به گور میکردن؟ یا اینی که میایید میگید که بشارتی که محمد پیغمبر اسلام داشته بر این بوده که سعی بر این داشته که یک برابری ایجاد کنه، این دختران رو زنده به گور نکنن، بلکه اونها رو
نمیدونم به هر حال ازدواج بکنن که ادامه حیات زندگانی باشه و قبائل باشه. از نظر تعصب شما مسائل رو در نظر میگیرین که در اسلام اومده عصبیه، یک سولیداریتی و یک همبستگی اجتماعی در جامعه قبائل شبه جزیره عربستان در حجاز شما اینا یافت میزنید که چگونه یک تا پرستی رو شما بیاین به اذهان عمومی که اینا بت پرست بودن، بدوی بودن، از روی تعصب قبیله‌ای عمل میکردن، خون در مقابل خون بوده، یعنی که همون قصاصی که امروز هنوز از نظر قانونمندی ما اون رو ادامش رو در قانون اساسی ایران داریم میبینیم که اهل ذمه حتی کشتار بشه، چه یهودی چه مسیحی چه زرتشتی یا بهایی یا اینها، خونبهاش خونبهایی نیست که مقابل و برابر یک مسلمان هست. مسلمانی اگر شما صحبتشو میکنین که اگر شما پژوهشی داشته باشین درباره شعوبیه و عربیه، این رو در اصل یهودیت به دنیا عرضه نکرد. 1400 سال پیش اعراب بودن، خودشون رو افضل منهم میدونستن، خودشون رو بالاتر برتر از ایرانی میدونستن، خودشون رو بالاتر از قبائل دیگه میدونستن. حتی در قرآن هم مراجعه بکنید میگید که این قبائل و امت اسلامی همه با هم دیگه برابری دارن. شما اشاعه دین و دکانی از دیانتی که بعدن اومدن بر روی این امامزاده ها که 11,000 تا امامزاده ما تو ایران داریم که محل کسب شده برای افراد، شما نمیتونید این رو بیاید و نسبت بدین به تمام ادیان. یهودیت سعی بر این نداشته که بیاد و برگزیدگی خودش رو بیاد ثابت بکنه. اون از نظر اخلاقیات، از نظر انسانیت، آنچه که برگزیدگی، فرق یک افسر با یک سرباز صفر چیه، فرق یک پروفسور با یک محصل یا پژوهشگر و دانش پژوه چیه، اون فرد به اون تکاملی رسیده از اون پژوهشاش که مسائل رو میتونه خیلی جامع بنگره و نه خرده فرهنگی بنگره. از این رو اون فرد میتونیم در جوارش به مناظره بشینیم و صحبت بکنیم و سوال مطرح کنیم و اینه که ببینیم که این تمدنی که ما داریم صحبتشو میکنیم سعی بر این داشته که دیگران رو حقیر بیانگاره که خودش رو بزرگ بکنه، همینطور که در عربیه در مقالب شعوبیه و دورانی که فردوسی رو گرفته، شاهنامه فردوسی رو گرفته، با جنبش شعوبی ملیگرای ایرانی که در خراسان بوده، بابک خرمدین رو شما بگیرید که در مقابل اعراب و تازیان به مقابله ایستادن و سعی بر این داشتن که اون پیشینه نیاکان خودشون رو زنده بکنن و فارسی رو به صورت سره خودش شیوایی بیان بتونن در شاهنامه فردوسی برسونن که سالها اندر نسل اندر نسل این بتونه یک گنجینه باشه در بین ما باقی بمونه. آیا سعی بر این داشتن خودشون رو افضل‌تر از دیگران بدونن، همینطور که اعراب خودشون رو بر روی ایرانیان و ترکان والاتر میدونستن؟ یهودیت آنچه که آمده از نظر چوزن نشن در تورات آمده میگه من خیمه میعاد رو در جایی مکانی من خیمه رو من میزنم از اینی که در قلب‌های شما باشه. میگه به شخنتی به توخام در تورات اومده، یعنی چه؟ این نور شخینا و نور الهی رو من در قلب‌های شما من روشن میکنم. خیمه میعاد میکنه، میتونه یک جایی باشه، دقت میکنی؟ برای رسیدن به اون مأوا ما باید سعی در این داشته باشیم از نظر تکامل شخصیت و اخلاقیات خودمون به درجات معرفت الهی برسیم. من صحبت دیگه ای که شما مطرح کردیم برگزیدگی قوم، یهودیت سعی بر این نداشته قوم برگزیده خودشو نسبت به دیگران بودن که اونها رو همیشه
با تحقیر نگاه میگن. اگه قوم برگزیده‌ای بود سعی بر این داشت که مستولی باشه، با زور شمشیر بهش میگن زور و زر و زن و بردگی زن و زن ستیزی، میتونست با آسونی بیاد مستولی بشه بر تمام جهان. ما افضل من هم هستیم، همطور که اعراب به ایرانیان میگفتن، و ما سعی بر این داریم دنیایی رو ایجاد بکنیم که یهودیان برگزیده هستن. آخه چگونه برگزیدی که این برگزیدی که صحبتش رو داری میکنی از داره چوزن نشن یک سوم از نوبل های جهانی رو اختیار میکنه، اون از داره معلومات، فکر، پژوهش، منطق و استدلال و برهان، چگونه میکنه اون برگزیدگی بر این نباشه که بر روی علم و دانش بنا نشده باشه؟ یعنی که شما، از شما من خیلی بیشتر انتظار دارن تا اقوام بدوی دیگر که به اون گونه رفتار میکنن. و گذشته از این، آنچه که قوم برگزیده شده و چوزه نشین اینی که انتظارات بیشتری از یک یهودی خواسته میشه. و دوم اینی که اگر صحبت از مردی در آسمان هفتم در عرش اعلی قرار گرفته، بر کرسی جبروت نشسته و دیگران بیان و بردگی اون رو بکنن، در یهودیت همچین چیزی نیست، ممکنه تحریف شده باشه، نسخ و تحریف آمده که بخوان یهودیت رو اونطوری که نیست بر طبق تحت و لفظی آنچه که تورات رو میخونن، بدون در نظر گرفتن تورات شفاهی که 1500 سال پیش مهر شد، بیان بیان بکنن. از این نظر که در یهودیت درسته که قدس هست و قدس الاقداس هستش، ولی صحبت از برتری نیست، صحبت از برگزیدگی نیست، صحبت از اینه که تا چه اندازه شما میتونید نور الهی رو در قلب‌های خودتون روشن بکنین، اون موقع هست که بتونیم به اخلاقیات و انسان درجه اعلای معرفت الهی رسید، اون موقع هست که در قلب شما اون معرفت الهی روشن میشه. نه اینی که یک الله رو تبدیل به یک بت بکنی و کلرجیمن و دانشوران و افرادی که پیشه روحانیت رو که باید روحانی باشن و مادیگران نباشن رو اون رو تبلور قرار بدیم و اون رو بیاید مثل یک بت بپرستیم و مرد سالاری رو بتونید از این طریق به پیش ببرید و پترونیزم رو از این نظر که یهودیت میاد و یعنی بردگی به انسان رو نفی میکنه و صحبت فرد آزاده در جمع‌بندی فردی هست که به اون معرفت و اخلاقیات معرفت الهی رسیده باشه و روی تکامل شخصیت خودش، روی خودش کار کرده باشه و سعی برای نداشته باشه دیگران رو بیاد ارشاد بکنه، گشت ارشاد را بندازه، آقا اینجوری لباس بشونید، آقا اینجوری حجابتون رو بذارید، به این صورت عمل بکنه، برای اینکه ما باید یک قومی هستیم که برتر از دیگران هستیم و سعی بر مستولی شدن و تسخیر جهان نداشته، بلکه فکر، اندیشه و اون سیستم عقیدتی از نظر اخلاقیات به چگونه تو رو میتونه برگزینه که عالم و دانشور بهتری باشی که به بشریت خدمت بکنی. خیلی متشکرم. من ساکت شدم که شما همه حرفاتون رو بزنین تا دوباره تذکر بدم که قرارمون این بود مستقیم من جنبندی اینجوری میکنم که مجبورم یه پاسخهایی در رابطه با گفتهای شما بدم و اون اینه که اگر یهودیت نجات پرست نباشه، یعنی من فکر میکنم تحقیقات و تزمین میده که یهودی، هر یهودی خود رو از نژاد برتری و جدا از دیگران، ما میگیم بافته تافته جدا بافته، میدونه
به حق یا ناحق، به خاطر اینکه اگه به حق باشه به خاطر تورات اینجوری معرفی کرده، به ناحق باشه به خاطر اینکه متوجه شدن که نه ناحق این همه انسان ها مساوی هن و الان تغییر تفکر دادن. این یه موضوع هست. به خاطر این تبلیغ نمی کنن، چون در یهودیت و حتی بخشی از مسیحیت مثل جهوا و ویتنس ها خون تزریق نمی کنن. حتی چند سال پیش بچه یکی از این جهوا و ویتنس ها از بین رفت به خاطر اینکه پدر مادرش اجازه ندادن خون تزریق بشه به اون، چون خون خود را هم یهودی ها هم اون بخش از مسیحیت پاک میدونن و بقیه خونهای بقیه مردم رو در اون سطح نمیبینن که خون خودشون آلوده بکنن. بس بنابراین اگه تبلیغ نمیکنه یهودیت به خاطر همینه. این صحبت رو در اینجا باز تمام میکنیم. برای برنامه بعدی سوالات زیادی داریم که مطرح خواهیم کرد.